سلام یکی از اون مواردی که خیلی توی پذیرایی و مهمونی ها. شب چله اعیاد نوروز پذیرایی میشه آجیل ها و مغز هاست که خیلی هم خوبه فرهنگ عالیه ولی یه سری نکات داره که یه سری افراد بهتره که مصرف نکنن کمتر مصرف بکنن و اینکه چطور مصرف بکنن که به سلامتی نزدیک تر باشن نکاتی که با هم توی این ویدیو در موردش صحبت بکنم یکی اینکه آجیلی که دیدین ترش مزه است یه مزه یه ترشی خاصی داره رو سعی کنید مصرف نکنید چرا چون بهش جوهر لیمو یا با نام علمی اسید سیتریک اضافه کرده برای اینکه به قول طعم خوشایند پیدا کنه به جای آب لیمو معمولا از جوهر لیمو استفاده می‌کنن اگر مطمئن بوده که آب لیمو زدن اشکال نداره خوبه ولی خیلی هاشو متاسفانه از ترکیبات دیگه استفاده میکنن و خب نمیخوام بگم این جوهر لیمو اسید سیتریک ماده سمیه ولی ماده مضر زیاد خوردنش و بهتری احتیاط بشه نکته بعدی بحث نمکه این نگرانی هست میگن خب آجیل درسته خیلی خوبه ولی خب نمک داره نمک فشار خون بالا میبره در مورد نمک که نمک صنعتی نمک طبیعی تفاوتاش چیه نمک سالم و نمک فشار خون بالا میبره یا نه توی یه ویدیو به نام سم مفید کامل صحبت کردم اون ویدیو رو ببینید که دو تا دیدگاه وجود داره یه عده قائل اینن که نمک هر مدلش باشه فشار خون رو بالا میبره و مضر سمه یه عده نظرشونه که نه این نمک های تصویر شده و ان آسیل سدیم که املاح مفیدش جدا شده اینها فشار خون رو بالا میبره در عمل در تجربه در توصیه های گذشتگان اومده که نمک طبیعی فشار بالا نمیبره و واقعا هم یه عده نتیجه گرفتن این دو تا دیدگاه هست اگر قائل به این هستید که نمک طبیعی فشار خون رو بالا نمیبره این نکته رو بدونید که نمکی که به آجیل ها میزنن معمولا نمک طبیعیه چون هزینه نمک تصفیه شده بالا اکثر آجیل فروش اونه آجیل درست میکنن و فراوری میکنن از نمک سنگ نمک کلبی استلاحا نمک های رودخونه استفاده میکنن و خب این نگرانی ذهنی رو خود به خود از شما دور میکنه ولی به حال اگر قائل به این که به حال نمک فشار خون بالا میبره به این باور دارید البته که آجیل های بدون نمک و آجیل های خامتر البته آجیل اگر که تف داده نشه از بابت های خواص بالاتری داره برخی از مواد مفیدش برخی از ویتامین هاش بیشتر حفظ شده برخیش ولی خب باز از اون بر تف داده نشه که هضمش رو بعضی افراد رو تر میکنه و بازی ویژگی مثبتی داره خیلی سخت نمیگیره و هر کدومش که با ذهنیت و با سلیقه و ذائقه شما سازگارتر بود نوشه بکنید تو تخمه معمولا چند مدل تخمه هست دیگه تخمه هندوان یا تخمه جابونی تخمه آفتابگردان تخمه کدو و تخمه خرباز در برخی از مناطق و فرهنگ ها خیلی همه گیر نیست تفاوت اینا اگه بخوام اولویت بندی بکنیم بهترینش اگر در دسترس رو مو تخمه خرباز است برخی جا درست میکنن هم طعم خوبی داره هم فوق العاده فوق العاده عالی خصوصا برای خانم ها برای بهبود مشکلات اختلال قاعدگیشون تقویت تختان خیلی عالیه برای تقویت نیرو جنسی فوق العاده موثره از اون کم کمتر سراغش میرن افراد فوق العاده عالیه یکی از گزینه‌های خوب اگر تو فرهنگتون بود گزینه بعدی تخم کدو اونم خیلی سالمه خصوصا برای آقایون برای مشکلات پروستات خیلی خوبه فوق العاده موثره توصیه هر روز افرادی که پروستات دارن یا میخوان که پیشگیری کنن از ابتلا به پروستات هر روز به اندازه نصف مشت تا یک مشت تخمه کدو ترجیحا خام اگر نشود اشکال نداره تفتاده شده هم خوبه و نوش جان بکنن حالا تخمه های بعدی مثل تخمه آفتاب گردون و تخمه هندوانه هم اولویت های بعدی قرار می گیرن. تو مغزات هم چند تا نکته هست یکی اینکه مغز بادام خاکی یا بادام زمینی اونم خوبه ولی این نکته رو بدونید که این مقدار قابزه این اگه خواستین زیاد بخورین ازش حواستون به نکته باشه این مقدار ممکنه اگر زمینه یو سطح مزاج داره ممکنه تشدید بکنه زیاد خوردنش و اینقدر مؤثره که مثلا کوهنوردا وقتی میخوان برن یه دوره ای که حالا کمتر نیاز به سرویس بداشت رفتن داشته باشن بیشتر از مغز بادام خاکی یا بادام زمینی استفاده میکنن این هم نکته مهمیه افرادی که چربی خون بالا دارن بین این مغزات مثل فندق و پسته و گردو و بادام فندق رو بیشتر انتخاب بکنن فندق برای افرادی که چربی خون بالا مناسبتره مناسب تره پست و بادام هندی کربوهیدرات بالاتری دارن این هم نظرتون باشه ضمن که این پسته برای دیابتی هم فوق العاده عالیه تحقیقات نشون داده که افرادی که در روز 50 گرم در دو وعده یعنی 25 گرم مثلا صبح 25 گرم شب 50 گرم در طول روز مغز پسته مصرف میکنن تا 9 درصد قند خونشون کاهش پیدا میکنه پست مناسب برای دیابتیا و کلا همه مغز جادی یه ویژگی مناسبی که دارن علاوه بر اینکه برای کمخونی مناسبن برای دردهای مفصلی برای پادرد کمردرد کمر درد مناسبن برای تقویت کبد مناسبن و یک نکته داره که نوع خوردنشون افراد خیلی رعایت نمی کنن. بهتره با یه فاصله با غذا میل بفرمایید و بهترم از قبل غذا باشه به چند تا علت یکی اینکه خب مغز جاد خاصیت سیر کنندگی دارن وقتی شما مغز میخورین تا حد زیادی اشتهاتون کور میشه مواد مغذی بدنتون رسیده و اگه با فاصله نیم ساعت یک ساعت بعدش غذا بخورید حجم غذا که میخورید طبیعتاً کمتر خواهد بود و به این تناسب اندامتون میتونه کمک بکنه نکته بعدی اگر شما بعد غذا بخورید چون بالاخره اون غذا و بوبرنگش و اون چیدمان و مغزانتون تو مهمونی خب بیشتر تحویل میگیرن چند مدل غذاست شما با اشتهای زیادی میخورید و بعد مغز میخورید مغز به حال شکم سیر هم چند تا دونه مغز رو ممکنه بخورید اما چون خیلی سنگینه این خوب هضم نمیشه و یه اختلال هضم ممکنه ایجاد بکنه در سیستم گوارش شما بهتر بعد غذا مصرف نکنید بهترین زمانش نیم ساعت چل دقیقه یک ساعت قبل غذا هرچی بیشتر فاصله باشه بهتره مورد بعدی سعی کنین مغزات رو خوب بجوید خیلی مغز رو حروم میکنن اصراف میکنن یعنی چی؟ یعنی اون جویدن کم باعث میشه که تقریبا برخیش درسته دف بشه آنچنان کامل جذب نشه خصوصا مغزشون تراکم بیشتری دارن برخیش بهتر رو جویدن زیادش دقت نظر داشته باشید و حالا زمینی که خوشمزه ترش هم میکنه جذبش رو بالا میبره حالا از مهمونی که گذشت همونطور که عرض کردم بهتره هر روز تو برنامهتون مغزها رو مصرف کنیم بهترین ترکیب و نسبتش هم اینه که 14 تا بادوم 14 تا پسته 10 تا فندق و یه دونه گردو اینو سعی کنید هر روز تو برنامهتون به عنوان یک وعده مستقل غذایی داشته باشید بهتره واسه صبحانه باشه یا شام یا حتی بعضی از نهار میتونن بخورن اینو بخورید و دیگه غذای دیگه کنارش نخورید بهتره اگر میخواین چاق کننده نباشه مغز به این شکل به شدت میتونن روی تناسب اندام شما تاثیر مثبت داشته باشن اما اگه هم اونو بخورید کنارش هم غذا بخورید بله به قول بعضیا این مغز میتونه چاق کننده باشه اما مغز به این صورت خوردن چون خودش سوخت و ساز بدن شما بالا میبره متابولیسم رو افزایش میده میتونه به کاهش وزن تناسب اندام شما تاثیر خیلی خوبی روش داشته باشه ضمنی که برای حافظه مغزها همشون همه مغزها برای تقویت حافظه فوق العاده عالی موثرا برای رفع بدخوابی تاثیر مناسبی داره برای بهبود مشکلات جنسی همه مغزها اثر مثبتی دارند و ایمنی بدن شما رو هم میتونن تقویت بکنن دو تا مورد دیگه هم که تو آجیلا هست کمتر بهش توجه میشه یکی نخود و یکی کشمش از یک دیدگاه ایاخه بررسی بکنید پرخاصیت ترین نوع مغز ها و این دونا ها همین نخوده خیلی بهش کم توجه میشه اما نخود چی یا نخود برشته فوق العاده یک غذای کامل عالی و خونسازه نخود به معمولا باش زیاد شوخی میکنم میگن که تو ظرف آجیل از همه مظلوم کسی سراغش نمیره بعد از یک سالم تو ظرف آجیل باشه کسی بهش دست نمیزنه ولی اینو بدونید که نخود از اوناست که اگه از نظر خاصیت به هم بررسی بکنیم درجه خیلی, خیلی خیلی بالایی داره کشمش هم همینطور کشمش هم فوق العاده است یه نکته برای تهیه کشمش یا انتخاب کشمش هم بگم کشمشی که انتخاب میکنید هرچه تیره تر بهتر چون اون کشمشی که سبز قلمی خیلی به قولی رنگش به رنگ روشنتری رفته و اون تیرگی رو نداره این کشمشی که بهش دود گوگرد دادن برای اینکه خوش رنگ بشه ماندگاریش بالا طلبه، اون باغدار این کار انجام میده متاسفانه یه بخش به خاطر درخواست مای مصرف کننده است اما شما نندازیم تقصیر اون باغدار بازار اینجوری میطلبه دوست داره خوش رنگ تر باشه گرچه میخوره گلوش اذیت میشه به خاطر دود گوگرد و حساسیت داشت ولی بله خب بازار اینو میطلبه حالا بحث تیزاب هم هست و نمیخوام واردش بشم اما همین ظاهر قضیه که گوگرد بهش میزننم تأثیرات واضحی رو مشکلات تنفسی برخیا داشته که حالا حداقل هم اگر زحمت کشیدی تهیه کردیم به هر علتی از نوع گوگرد داره یک آب شوشو بزنید تا حد این اثرش کم بعد خشک بشه بعد پذیرایی بکنیم با این کشمش یا خودتون نوش جان بکنید یه دو تا نکته کوچولو هم در مورد های مهمونی ها بگم یکی این که مهمونی هایی که میریم با یک نیت خیلی عزم میخوام مفخوری نباشه یعنی چی یعنی در جهان یک قانونی هست به نام قانون جبران اینو میگه که شما نسبت به هر چیزی که دریافت میکنی باید بهاش رو بدی هر چیزی حالا این بها بعض وقتا مالی مادی بعض وقتا معنویه شما یک کسی به شما یه چیزی لطف کردی هدیه ای داده شما باید تو برنامه باشه یک وقتی بهش اینو جبران بکنی و یه هدیه مشابه اون هدیه یا بهتر از اونو بهش بدی یک کسی به شما لطف کردی یک محبتی کرده کار تو رو انداخته یک راهنمایی کرده شما باید توی موقعیت این رو جبران بکنی هر به هر کیفیتی که شد متناسب با اون شرایط فرد با اون موقعیت یا همینطور تو بحث مهمونی شما رفتی زحمت کشیدن صابخونه شما رو دعوت کردن میری میخوره حالا این آشنا یا قریب از کار ندارم ولی شما از اون قضیه اون میل کردی اون طرف هزینه کرده قرار نیست ما بکنیم حالا یا باید من توی یه موقعیت مناسب دیگه اون فرد رو دعوت کنم در منزلم جبران بکنم این لطفی کرده یا یه هدیه براش حداقل ببرم که معادلش جبران شده باشه تا حدی این قاعده مهمیه یکی از قوانین مهم جهان قانون جبرانه جهان با انسان مفتخور خیلی میونی خوبی نداره این روحی مفتخوری و زرنگوازی رو سعی کنیم خیلی یکم از خودمون دور بکنیم که دنبال چیزای مفتی و فقط صرفا بدون هزینه باشیم حالا خصوصا توی فامیل ها باز این قضیه خیلی مهمه که آسیب هاش بعضی وقتا خیلی ممکنه جدی باشه پدر بزرگ مادر بزرگ یا پدر یا مادر بالاخره مهمونی میگیرن همه فگ و فامیل هم میان حالا خصوصا توی اعیاد مثل یا مناسبت ها مثل همین شب چله شب یلدا ایام عید و نوروز خب همه دور هم جمع میشن میان یا ایام تولد میان جمع میشن و خب طرف پذیرایی میکنه گوشت میگیره میوه میگیره وسایل تهیه می میکنه خب این هزینه داره به حال دیگه من مثلا نور عرض میکنم یا من فرزند که دارم از این استفاده میکنم فقط من یه نفر نیستم ده نفر دیگه هم مثل من و این هزینه داره تحمیل میشه به این خانواده درست پدر بزرگ مادر بزرگ خوشحال میشن دلشون باز میشه کیف میکنن معمولا وقتی خانواده در دور هم میبینن اما خب جنبه اقتصادش هم هست دیگه حالا چیکار بکنم یک گوشه هدیه ای یه کیسه برنج حالا میگه متناسب با اون ظرفیت افراد فرق داره بعضی ناراحت میشن بعضیا دیگه ببینید چی میطلبه حالا یکی کیسه برنج میبره یکی مثلا چند کیلو میوه میبره یکی هدیه میبره یکی سکه طلا مثلا هدیه میده نوع جبرانش به عهده خود خودتونه پیشنهاد من میدم که روی این بررسی بکنیم ولی اینکه فقط بریم بخوریم و پاشیم بیایم یک فرهنگ صحیحی نیست باید به فکر جبرانش باشیم و هر چه زودتر این بهتر این ما نباید در دنیا به هیچ کس بدهکار باشیم بدهکاری حتما پول قرض گرفتن نیست از نظر معنا وقتی یه کسی به شما یه لطفی کرده یه محبتی یه چیزی یاد داده یه چیزی هدیه ای داده دعوتی گرفته، یا هر چیز دیگه شما باید مبعضاش رو جبران بکنی به هر کیفیت دیگه ای پس از اون حالا پیدا کردن راهکاراش خودش هنری خودش یک خلاقیتی که باید طرف پیدا بکنه ولی نباید خودش رو فرد مدیون بکنه حتی به اعضای نزدیک خانوادهش به هر نحوی شده یه جوری بقولی اینو سعی کنه بقولی صفر صفر بکنه این توازن رو توازن حد حداقل اگر ما از کسی به کسی بیشتر ندادیم بدهکار نباشیم یه حداقلش اینه که ما 0 باشیم نکته مهم اینه که اگر این قانون جبران رو رعایت نکنیم از یک جای دیگه از ما به یه تعبیری به زور جبران میشه گرفته میشه ما باید با دست خودمون با اختیار خودمون با آگاهی این حق و حقوق رو ادا بکنیم و جبران بکنیم این مبحث هم که خدمتتون عرض کردم رو من خودم از پروفسور دانش یاد گرفتم مبحث جالب و کاربردی و خیلی نتایج خوبی گرفتم چون خود به خود وقتی شما در جهان آفرینش یک حقی رو ادا بکنید یک مورد رو سعی کنید رعایت بکنید که درسته خود به خود فضاهای جدید و بهتری برای شما باز میشه که شما رو در مسیر رشد در مسیر بهتر شدن کمک میکنه طبق روال همه ویدیوهای کتاب خوب هم معرفی بکنم کتاب 64 توصیه طلایی در تغذیه سالم این کتاب و چند کتاب خوب دیگه در سایت دکتر پاکو قابل دسترس هست کتاب من نیست قبلا هم کردم ولی چون کتابای خوبی هست من اینو معرفی میکنم و قابل تهیه کردن هم برای عزیزان داخل ایران هم خارج کشور از این مجموعه سایت هست امیدوارم که همیشه پرروزی باشید بتونید دوستان و آشنایان عزیزانتون رو دعوت بکنید پذیرایی بکنید با خیال راحت هم جامعه نیازمندان و مستمندان رو ازشون دستگیری بکنید و به قولی خیرتون به همه برسه همیشه شاد سرحال سرزنده و بانشاد باشی ممنون از توجهتون خدا نگهدارتون